محترم جناب عالی، شما شخصی 500 نفر مسلمان جهان هستید. این عنوان را برای شما دولت های خارج دادن که این افتخاری ما است. هر آینه اسرافکارها، اینها برادرهای شیطان هستند. خداوند میگوید این را میگن چاپلوس. جناب عالی، محترم جناب عالی، پیشنهادهای شما همه از اصل قرآن و حدیث است. همه سخنهای شما به شریعت مطابق است. در یگان جای قرآن و حدیث، حتی کتابهای مذهبی ما درک نکردیم که گذراندن مراسم های دفن عزاداری با ذبح چاروا یا که با خوراخوری گذرانده شود. در یگان جا درک نکردیم. محترم جناب عالی، می باید که ما با شریعت و قانون حقیقی عمل کنیم. جناب عالی، خداوند در سوره مبارکه اسراء میفرماید که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. هر آینه اسرافکارها، اینها برادرهای شیطان هستند. خداوند میگوید من در کلام پاکی که شما برای مردم تفسیر کلام خداوند را رایگان تقسیم کردید در سوره اسراء آمده است. این چنین در دیگر سوره ها آمده است که شما اسراف نکنید. خدا میگوید که من اسرافکارها را دوست نمیدارم. محترم جناب عالی، دیگر پیشنهادی که شما کردید در باب خدنسور، خدنسور که اختیاری است، سنتی کردن خب تا 21 روزگی را و در توابت خانه ها، اینم لایقی قبول از جناب عالی. خصوصا خاکسارانه گذرانیدن دسترخوان های ایدانه که در پیش عید قربان است بسیار عین مدعا است. جناب عالی، محترم جناب عالی، شما خدمت هایی که کرده به خلق خصوصا و دین اسلام، بزرگ داست امام اعظم، شما در خانه خدا در حق خلق و وطن ملت دعا کردید. محترم جناب عالی، شما شخصی 500 نفر مسلمان جهان هستید. این عنوان را برای شما دولت های خارج دادن که این افتخاری ما است. ما خادمان دین جناب عالی در حق تاجیکستان عزیز اول دعاگو آن هستیم. خداوند تاجیکستان عزیز ما را از بلاهای زمینی و آسمانی نگهبان باشد. پروردگار این ملت ما را همیشه نگهبان باشد. خداوند شما را در تار سر ما سایبان همیشه نگهبان باشد. ما یگان شکایت نداریم، فقط همین دیدار زیبای شما برای ما بس است. قدم هایی که شما رنجه میکنید پیش ما برای ما بس است. خب این یکی از ملای حکومتی در شهر توز، بله شهر توز، امام خطیبش بوده است. ایرمو یادوشا بشین هموطنانی که در چی بودین، برادر رو در زلو یک برادر رو نخواهیم پخش مستقیم ایمو روزی جمعه روی میکردم تری تعریفی زیاد میکرد. این رو میگن چاپلوس. یا رو ما برای چی نیم چملو میگم؟ همین شما بعضیت خفه میشین گفت من را خوش رو نمیفهمین. من یا رو نیم چملو میگم، نیم چملو. برای ما ملو کی رو میگیم؟ نفری که حق میگن او رو ملو میگن. کسی که نتونه حق گفته کم کم از اسلام خبر باشه او نیم چملو های برای ما. همینجا در یک چی دیادم زد ولی قرار است در وقت زنگای تلفنی دو نفر از پدرشون دفاع کنن. بچه ای دو تا نیم چملو زنگ میزنن از پدرشون دفاع میکنن. خیلی حق دارن. هر یک نفر باید از پدرش مادرش دفاع کنه. این حق داره. انتظار میشه زنگ بزنن. این حسام الدین نگاه کنین چی میگه در وقتی برآمدش. میگه که او 500 مسلمان روی دنیا تر انتخاب کردن تا مسجد معرکه امام اعظم تشکیل کردی. کتاب با قرآن با توجیکی نوشتی. میگم از سوره اسراء آیت 26 گفت یا 27 خوندم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تبذیر و تبذیر این المبذرین کان اخوان الشیاطین و کان شیطان لربه کفورا. در باره اسراف های بله خداوند میگه اسراف نکنین. اسراف کرو برادر شیطان هم. هم شیطان با پروردگار کفر ورزید سرپیچی کرد از اطاعت رب. میگه که ما یگان شکایت نداریم، ما یگان شکایت نداریم، فقط همی دیداری زیبایی شما میگه برای ما کفایه بسنده، همیشه تا در بلای ما سایبون باشی. رحمان محکول چید؟ رحمان فیرم محکول شده چی به این گفه گفت؟ این تحقیر به امام علی های بچه و در بچه این گفه باید نگه، این گفه محرمونه های. خب اگر برعکس میشین میگفتین که یا راز نیازم یک اشخورزی دارم، یک ای چی بگذارونینش دکتوری
روانی ها یا که امو گروهی همجنسگره های ملا را بگذارونه که با یکون ترکیبش دیگون چی نباشه؟